گروه طالبان میدان و تندیس یادبود شهید عبدالعلی مزاری از رهبران فقید شیعیان هزاره در افغانستان را تخریب کردند. این اقدام گروه طالبان از سوی بسیاری از شهروندان این کشور در راستای سیاست‌های مبتنی بر تبعیض قومی و مذهبی، تلاش برای تخریب نمادهای هویتی اقوام و ویرانی شیرازه وطنداری و همزیستی دانسته شده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. شهرداری کابل که اکنون تحت کنترل طالبان فعالیت می کند، با همکاری نیروهای مسلح طالبان میدان و تندیس یادبود شهید مزاری در غرب کابل را تخریب کردند. حکومت طالبان می گوید این میدان را برای بهسازی تخریب کرده است و میدانی جدید با نامی دیگر را احداث خواهد کرد. تخریب میدان و تندیس یادبود شهید عبدالعلی مزاری، رهبر فقید هزاره ها و شیعیان افغانستان، از سوی طالبان در غرب کابل واکنش های گسترده ای را در پی داشته است و تلاشی برای ایجاد تفرقه و هزاره زدایی دانسته شده است. شماری از سیاستمداران و نویسندگان هزاره در واکنش به تخریب میدان شهید مزاری از سوی طالبان گفتند که این اقدام نقطه اوج هزاره زدایی در افغانستان است. به گفته آنان نام هزاره در شریعت طالبانی گناه و در سیاست جرم است. شورای جهانی هزاره ها در واکنش به این اقدام طالبان در قطعنامه‌ای آن را جنایت و نسل کشی فرهنگی علیه شهروندان هزاره در این کشور عنوان کرده است. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، تخریب میدان شهید مزاری و تندیس او را تعرض آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش بزرگی از مردم افغانستان و یک عمل نفرت انگیز دانسته است. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در واکنش به تخریب تندیس و میدان شهید مزاری گفته که این شهدا با مبارزات درخشان به خاطر آزادی و عدالت در دل تک تک این مردم جا دارند. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، تخریب میدان و تندیس شهید مزاری در غرب کابل را بخشی از تلاش طالبان برای ایجاد تفرقه میان اقوام افغانستان دانسته است. این گروه در بامیان نیز تندیس یادبود شهید مزاری را تخریب کرده بودند. طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان به صورت گسترده دست به اعمال تبعیض، سرکوب و تلاش برای حذف هویتی علیه شیعیان هزاره در افغانستان زده است. این گروه به تازگی فقه جعفری را از رسمیت خارج نموده و تدریس آن را حتی در استانهای شیعه نشین منع کردند و با عزاداران شیعه در ایام محرم برخوردی خشن و تبعیض‌آمیز داشته و شدیدترین محدودیت‌ها را وضع کردند.